دیوان محاسبات در آخرین بیانیه خود اعلام کرد که امکان گم شدن حتی 1 دلار از ارزهای پرداختی به وارد کنندگان متصور نیست. اما قبل از این بیانیه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گزارش خود از تفریق بودجه سال 97 رو در صحن علنی مجلس خوند و ادعاهایی رو مطرح کرد که باعث ایجاد ابهام در اذهان عمومی شد. مجموع ارزی که در سال 97 داده شده به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی 31 میلیارد دلار بوده که از این 31 میلیارد دلار حدوداً 4.8 میلیارد دلارش ما به ازای واردات کالا نداشته. حالا دیوان محاسبات در بیانیه خود گفته از گم شدن وجوه ارزی پرداختی امری اساساً مهم و ناممکن است. اما آیا این بیانیه آب رفته را به جوی برمیگرداند؟ خواهش میکنم از همه عزیزان ما بیانشون به گونه ای نباشه که مردم رو دچار شبهه بکنه، چون من یه بخشی رو شنیدم راجب ارز، اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدن، اون بخشش 100% غلط بود. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی اطلاعی محض از مقررات کشور، از قوانین کشور. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم تاکید دارد که دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیدند، نتایجی که منجر به ابهام آفرینی در میان افکار عمومی شده است. واعظی میگوید در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر می‌کردند و با این گونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع میشد. اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده، تو همون فاصله 5%ش رفع تعهد شده، یعنی اون 15% که اشاره کرده میشد 4.8 الان شده 3 میلیارد. درست. پس 4.8 نیست. خب از این 3 میلیارد هم دلایل این که رفع تعهد نمیشه نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که 1، اون فروشنده ارز گرفته به خاطر همین مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. 2، کالا ممکن هنوز تو راه باشه، چون ما به بعضی از کالاها 9 تا 11 ماه 12 ماه فرصت میدیم که بتونن بیارن. ماشینالات خیلی هاشون، ماشینالات تا سفارش ساخت میدن تا بیارن زمان میبره. بخشش مخاطر گمرک و میزان محاسبات گمرک باشه، همه اینا موثره. پس نمیشه گفت 3 میلیارد دلار دیگه وجود خارجی نداره. از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده، اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قوه قضاییه الان داره پیگیری میکنه، افراد و عاملشون هم زندانن. علی ربیعی نیز ضمن بیان اینکه دولت 11 نظارت پذیرترین دولت بعد از انقلاب است، خواستار اعمال نظارت بر همه دستگاه‌های بودجه بگیر شد. نکته‌ای که هست، ما امیدوار هستیم که گزارش تفریق بودجه نسبت به همه بودجه بگیرها مراعات بشه. تفکیکی قائل نباشیم، باید به طور شفاف همونجور که گزارش دولت اومد، گزارش تفریق بودجه باید گزارش همه دستگاه‌ها باشه، که امیدواریم این کار صورت بگیره. بخش اعظمی از این کالاهای واسطه‌ای هستن و برای تولید هستن، اینا کاملا مشخصه. حداقل نیمی از این 3 میلیون دلار کاملا مشخصه، به علت تحریم اینا دارن وارد میشن. اینا ای کاش اینا اشاره میشدن. وقتی شما عدد کلی رو میگید و اینا اشاره نمیشه، یک ابهامی در جامعه ایجاد میکنه. مردم بزرگ ایران بدانید در این دولت 1 ریال گم نخواهد شد، 1 دلار گم نخواهد شد.